اهمیت داشتن نمای کلین پلیت خصوصا برای جایی که ما به جلوه های ویژه احتیاج داریم به شدت لازمه اما گاهی پیش میاد ما این نما رو نداریم یا فراموشمون میشه ریکورد کنیم که این آموزش میتونه بهتون کمک بکنه که این کار رو به نحوه اصند انجام در ابتدا من توضیح در خصوص خود واژه کلین پلیت بهتون بگم خیلی اوقات در دنیای ویژوال فکس داشتن نمای بدون سوژه لازمه چرا که تو کارهای ماسکینگ خیلی میتونه بهتون کمک بکنه تصور کنید شما ویدیوتون رو گرفتید اجازه بدید دوربینتون 20 ثانیه 30 ثانیه اضافه تر هم ریکورد بکنه در همون شرایط نوری که اگر به نمای دومتون احتیاج داشتید که خود سوژه درش حضور نداشته باشه این اتفاق بتونه بهتون کمک بکنه که اصلا اون 20 ثانیه یا 3 ثانیه آخر ویدیوتون استفاده بکنید و این دردسر رو نکشید اما گاهی هم پیش میاد ما فوتج رو دانلودی داریم یا فرصت نکردیم این کار رو انجام بدیم موقعی ضبط یا اصلا یادمون نبوده یا بلد نبودیم اما الان احتیاج به داشتن نمای کلین پلیت داریم اتفاقی که به ما کمک میکنه که ما به این شکل یک نمای خالی و بدون این کاراکتر ما رو داشته باشیم و اما برای انجامش از روی خود فوتیجمون یه دونه کامپوزیشن جدید میسازیم وارد این کامپوزیشن جدید میشیم در ابتدا باید چک بکنید ببینید که چطور میتونیم جایی رو انتخاب بکنیم که سوژه درش حضور نداشته باشه یعنی این کار میطلبه که ویدیوی اصلی ما رو به چند بخش تبدیلش بکنیم بریم ببینیم که کدوم قسمت میتونه ما کمک بکنه مثلا این قسمت سمت راست الان آزاد شده خب من یه دوپلیکیت از خود لایم میگیرم به قسمت تایم میرم فریز فریم میکنم که این قسمت دیگه دست نخوره حالا میتونم به این شکل قسمت سمت راست رو کلا به عنوان یک سلکت جدا نگه دارم بیایم اینور ببینیم که کجا میتونیم از قسمت سمت چپ هم یه نمونه خوبی داشته باشیم الان همونطور که دیدید ویدیوی ما خیلی محدود شده به همین قسمت وسط حالا باز باید این سلکت ما رو یه مقدار ترتمیزتر بکنیم که محدودهای بیشتری رو در نظر بگیره که این کار با یه ماسک دیگه فوقش حل بشه خب همونطور که توی این کار من این کار رو چند بار انجام دادم یه بار برای این قسمت یه بار برای این قسمت حالا ماسک یک مقدار من انحنا دادم برای این قسمت و برای این قسمت اینها باعث شد که ما بتونیم کل کار رو به این شکل توی فریم های مختلف کاور بکنیم و در نهایت اومدیم از منوی کامپوزیشن سیف فریم اینو به شکل یک فریم سیف کردیم اگر بعضی از ها هیچ جوره بهتون راه نداد که تو همین قسمت بتونی پرونده ماجرا رو ببندی باید سیف فریم بکنی ببری تو فتوشاپ حالا تو فتوشاپ اون قسمت ها رو بگیری و ویرایش بکنی که مشکلش برطرف بشه این کار ما کردیم و به شکل یک فریم تنها اون رو آوردیم این همون فریم ماست که دیگه هیچ خبری از کاراکتر ما داخلش نیست و در نهایت هم یه مقداری من به کل کار اسکیل دادم یه افکت لینیر. وایب دادم اینی که میبینیم لینیر وایپ میخوره و به این شکل این سوژه اصلی اونه که داره میرخصه و به این شکل شما میتونید خود کار رو داشته باشید اون تکون ها هم به این شکل توسط ترکینگی که ما تو این قسمت انجام دادیم چون این قسمت قسمت خوبی بود که دیتیل خوبی هم داشت یه موشن ترک زدیم و تمام لایه ها رو به جز بکگراند پرنت کردیم به این نال که اطلاعات موشن ترک رو بهش داده بودیم اون وقت همه چی تر تمیز سر جای خودش میمونه و یه چنین نتیجه ای رو شما میتونید بگیرید در واقع ما اومدیم این وصل پینه کردن اول اومدیم این قسمت این قسمت این قسمت این قسمت جای مختلف تصویر رو برش زدیم بردیمش تو فتوشاپ مشکلاتش رو برطرف کردیم و آوردیم این تیپ کارا برای جایی که نما به این شکل هست و یه تکونی هم حالا داره خیلی جواب میده اما یه سری نماها نماهای حرکتیه دوربین میره جلو میاد عقب جالب اینجاست که در دوربین جلو و عقب هم شما باز مشکلی نخواهید داشت اما اگر روتیت دوربینتون زیاده اون وقتی که دیگه برای انجام این کار نمیتونید از نرم افزار استفاده بکنید اون وقت اگر موقع فیلم برداری حالا از تکنیک های مختلفی مثل دالی استفاده میکردید اون وقت میتونید یه جوری زمان بندی بکنید که دوبار از کارکترتون ویدیو بگیرید و هر دوباره مثلا تو ده اون ویدیوتون بسته بشه که بعد این دو تا رو ببرید توی سیستم بخواید چک بکنید ببینید که جفتش عین همه و یه دونه فرق کاراکتر داره یه دونه ندار. تو نمای پیچیده با نما رو کلا دو بار ریکورد بکنی که این مشکل پیش نیاد البته ما در نرم افزار موکا هم قسمت ریموو ماجرایی رو داریم که اونجا به شکل کامل اینو بهتون یاد میدیم در دوره ترکینگ دوستان عزیز امیدوارم که این آموزش هم یک ایده ای بهتون داده باشه و کمکتون کرده باشه جایی که گیر میکنید بتونید از این ترفند استفاده بکنید و اگه از این آموزش هم خوشتون اومد نظرتون رو برام بفرستید حمایت بکنید و برای دوستان علاقمندتون هم بفرستید من سویل شریفی هستم و ممنون که وقتتون رو تا پایین این هم در اختیار من گذاشتید. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.